چون نمیفهمم. چیه؟ مامو فرستادت جاسوسی ما بکنی؟ برو بهش بگو انوش تعطیله، دارم درس میخونم. برو برو آنتن خانم. انوش بهت بیمحلی کرده تعطیلش کردی؟ نه خیرم. یعنی اگه بیمحلی کنه تعطیلش میکنی؟ خب معلومه. یعنی تا نیاد منت کشی تو کوتا نمیای. شادی چرا اینقدر آمار میگیری؟ آمار نبود، نصیحت سربسته بود که بکنی آویزه گوشت. خیلی خوب شادی خانم، من که میدونم قضیه این نبود، ولی دست درد نکن. حالا برو برو دیگه. عینکت کجاست؟ گمش کردم. به کسی نگی یا به مامان؟ یه سن اثبات بدم حالا خوب میشه. مخفی کاری نکن، دیدم داشتی پیامک میزدی. نظرت بود اون وسط وسط داشت درسات هم بخون. خب پاش بیا این چمدون از این بالا بده به من. پاشو پاشو دیگه. با بیا یواش. کدومشه؟ قوی کنه همین چمدونه که لباس سیاه بازی بابا توشه؟ آباری کله بده من. میخوای بندازیش دور؟ نه. پس میخوای چی کار؟ بابات میخواد. بابا واسه چی میخواد؟ میخواد بپوشه بره پای معامله ملک. میخواد بره مالک ما؟ هوش من میخواد سیاهشه دیگه، بده من. کجا؟ مدرسه شاهین. کی؟ سه شنبه روز دانش آموز و چه آماری میگیره. بده من اون چمدونو. وا چرا ماتت برده؟ اون چمدونو بده من دیگه امیر. بله. بده من. عمرم بدم. بله. چی شده مامان؟ لباسه پاره شده. کی گفته؟ خودم دیدم. تو کی دیدی؟ چند روز پیش یه چیزی تو چمدون میخواستم بعد دیدم. اب نداره، بده من درستش میکنم، اشکال نداره، میدوزمش. پارگیش گله گشاده، نمیشه. تو خیاطی بلدی که میگی میشه یا نمیشه؟ بده من اونو. پارگی لباسو دروغ گفتم مامان، پاره نشده، تیکه تیکه شده. اوه. یعنی چی؟ خب بده ببینمش. تیکه تیکرم دروغ گفتم. تو چته امروز پشت سر هم دروغ میگی؟ بده ببینم. بده من. یواش یواش یواش. اینو که همهش سالمه که. دفعه آخرت باشه امیر خان دروغ علکی میگی ها. ماما میخوای تا آخرت همه درسام پاس بکنم؟ نه میخوام همه رو بیفتی. به جون مامان پاس میکنم، یه شرط داره، اونم اینه که بابا راضی کنی سیاه نشه. چرا؟ چراشو نپرس، شما فقط سری رأیشو بزن. تا چراشو ندونم رأیشو نمیزن. میگی یا برم؟ خب نمیگی، مثل که باید برم. دبستانم رو یادته؟ دکتر محمد کرمانشاهی. اخراجت کردن، میشه یادم بره؟ خب چراشم یادته؟ بله، به خاطر کتک کاری. یه او خشنمند شدی، زدی کله اون تفلکی رو پکوندی. اگه کله اون تفلکی رو زدم پکوندم به خاطر بابا بود. چه ربطی به بابات داره؟ بگو ببینم ربطشو. نمیخواستم اینو بگم و ولی به خاطر آینده شاهین میگم. بعد اینکه بابا اومد تو مدرسه اون سیاه بازی کرد، بچه های شروع کردن مسخره کردن و عداشو در میآوردن. یه روز من قاطی کردم زدم سیم آخر، شروع کردم با اون پسر کتک کاری کردن و بعدشم که اخراجم.
چرا هم موقع هیچی نگفتی؟ این همه سال بابا خیلی ذوقش رو داشت، خیال میکرد ترکونده، بعد اگه من میگفتم بچه ها مسخرش کردن هم ذوقش کور میشد، هم سر اخراجم اون همیشه حالش گرفته میموند. کی گفته تو انقدر خوب باشی؟ خب تو بعد این قضیه رو همون موقع میگفتی. یه سری حرفا رو نمیشه به سری آدم ها گفت، دلشون میشکنه. دل تو چی که شکست؟ اسمت که بعد در رفت. من باش کنار اومدم، ولی بابا نمیتونه. باید بتونه، من خودم بهش میگم. چی میخوای بهش بگی ماما؟ میخوای بگی وقتی سیاه میشی خیلی بیمزه ای؟ میخوای بگی اخراج بچه تقصیر تو بوده؟ دلش میشکنه. نمیشکنه؟ چرا میشکنه؟ چی کار کنم؟ چجوری رأیشو بزنم؟ ها با لباسا رو بهش نمیدم، میگم گم و گور شد. ماما لباسامو اینا چی چیز نه نه آره نه برو به بابات بگو که چی شد لباسامو چند وقت من نپوشیدم اینا رو، نگاه کن تو رو خدا. شایی سه شنبه میام مدرسه‌تون رو منفجر میکنم، از چهار شنبه تو دیگه بچه معروفه مدرسه‌تونی بچه همینی گل سرسبد، مگه نمی؟ به شاهین بگو وقتی که دبستان میرفتی من اومدم سیاه بازی کردم چه حالی کردی؟ چی بود اسم مدرسه‌تون؟ اسم یه چی بود؟ محمد چی؟ دکتر محمد کرمانشاه. حالا همون، ولی چیز شد دیگه، یه خود خشنمن شدی اونجا، یه کاری کردی که حالا من جلوی شاهین نمیخوام بگم که اگر نکرده بودی چی میشد؟ یه کنار شاهین، یه کنار من این لبایته. اه، بچه ها مرزکم گرفتی داشته میکنی؟ من؟ نگرفتی؟ شلوار گرفتی دیگه؟ این چیزه، میگم که یه وقت میبری استفاده میکنی، کهنه میشه، پاره میشه، خراب میشه، حیفشه این. نه، ببین این قدیمیه، من میخوام نگه دارم شاهین که بزرگ شد بدم بهش حیفه. شلوارم رو بگوشم برم مدرسه شاهین. پاره میشه، نگاه کن دماغه، امیش چه خونی داره بیا. یکم زیاد نیست برای دو نفر؟ مهمونی معمولی که نیست، پاگوشاست. خب باشه هرچی. آقا جواد تفلکی که تیر و تایفش دورش نیستن، از وقتی هم عروسی کردن هیچ کی فرشته رو دعوت نکرده، گفتم لااقل ما سنگ تمام بذاریم جلو زنش آبروداری کنیم. بلام جون تو هم بچه کوچیک داری هم سر کاری، برای چی با جرق و مخش جوادو بکشی؟ چرا؟ طوری نیست روزبه، عوضش رفیق جلوی زنش سرشو بالا میگیره. آره ولی آخه حالا مهرمو خانم چی میخوای برای ما درست کنی غذا؟ روزبه دلمه کشک بادمجو با میگو پلو. میگو؟ خوبه؟ همون که از مهری خانم یاد گرفتی؟ بله همونی که یه روزه یه قابلمشو قورت دادی. خیلی خوشمزه بود، خیلی خیلی. فقط میگم که این سه تا غذا یکم زیاد نیست؟ میگی زیاده، یعنی کمش کنیم؟ آره همه اسرافه، همین که به هر حال خسته میشه. خب باشه میکنیمش کشک بادم جون با میگو پلو. جواد دلمه خیلی دوست داره، یکی دیگر هست. آخه فرشتم کشک بادم جون دوست داره، همین دوتا رو بپز دیگه. یعنی کشک بادم جون با میگو پلو؟ نه کشک بادم جون با دلمه، دلمه با میگو پلو. هیچ جوره نمیخوای این میگو پلو رو حذفش کنی ها. آخه تو دوستش داری. عاشقشم، مخصوصا اونطوری که تو درست میکنی. پس شد میگو پلو با دلمه. باشه کلیدو بردارم، خداحافظ. آه راستی روز به این قرمزه که نوشتم و امروز میگیری فردا بعد از اینکه ماهو رو گذاشتیم مهد میای دنبال من میریم همیشه رو میگیری. باشه 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 باشه، خدافزی کن. خدافز ماما، خدافز. بوس بفرست. بوس روز خوبی داشته باشین. خدافز. بعد بخ شدیم بیچاره شدیم ماهو. الو ببین لیلا کارت دارم، فوری و فوتیه.
نه اصلا حرفشم نزن. آخه چرا؟ یه کار وایسم تو روش بگم الهام جون، اون غذایی که با این همه ذوق و شوق میپزی یه بارم درست کردی، یه ظرف برام فرستادی، خیلی هم ازش تعریف کردیم، افتضاحه، نمیتونم. آبا چرا نمیتونی آخه؟ تو غیر اینکه خواهر شوهرشی باش رفاقت هم داری دیگه، نداری؟ تو خودت چی کاره ای؟ شوهرش نیستی؟ رفیقش نیستی؟ چرا؟ ولی من آخرین نفریم تو دنیا که میتونم ازش ایراد بگیرم. همیشه هم بگم پشت فرمون نشسته بودم توش رانندگی میکردم. اونجام کلی مهمونای بین الملل رو دروازه دار، خلاص دیدم خیلی زایست دیگه. رفتم آروم در گوشش گفتم خانم ببخشید دوره دهنتو سوسی باید نمیشه. یعنی داشتم سکته میکردم ها، گفتم حالا در جا اخراجم میکنه. البته رئیستون آنده بدی نیست، فقط بعضی وقتا اونوقه بپا بپا اتوبوسو بپا، فقط بعضی وقتا اونوقه اونطوری هم نست. چی شد؟ بچه میگه؟ خودتون تشریف بیارین بشینین که خیلی خوب میرونین. الهام، الهام با من که چیزی نگفتم، من فقط گفتم یا شرام داری چی کار میکنی؟ نکیلی ماهو گرده دارم پاک میکنم. بدش من جاش یکم مونده. بکنم خودم. نه بدش من، بدش من، بدش من یه دقیقه سب کن. تمام شد. ای وای ماهوری چرا اینجوری کردی؟ حالا اشکال نداره چون بابات بارده این کار است، بلده، نمیزش میکنه. آخه نه که ما بلد نیستیم. آخ 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 دوباره ریخ. هر کسی این نقطه ضعفی داره دیگه. نقطه صفحه لامم. صد دفعه بهت گفتم زندگی خصوصی تو درز نده. اگه میتونستم درز نمیدادم. بچه گیتم همینطوری بودی، روز بگلی تو دیگه بزرگ شدی، پدر شدی، خودت باید مشکلات خودتو حل کنی. تا کی من باید برات مادری کنم؟ شروع شد دیگه، کاری نداری؟ غر میکنه. خب من یه بچه هم غر کنم. خدافظ. میگم بهش. چرا بهش میگی؟ به شرط این که بهش بگی. خب بهش بگم که دیگه لازم نیست بگی بهش. گفتم بهش بگو که من نگم بهش. بابا بهش بگو دیگه. بگم یا نه؟ بگو تو بهش بگو. بگم میگم میگم که مگوپولو داغونه، به شرط اینکه تو هم بهش بگی. سیاه‌بازیش ممکنه روزگار بچه‌شو سیاه کنه. مگه سیاه‌بازی میخواد بکنه؟ محسن رو میگم، هوشمند. محسن؟ سیاه‌بازی؟ نه. ایداد بیداد. خب بلا چه اشکاله سیاه‌بازی کنه؟ من فیلم بازی نکنم، من همه چی رو میدونم. چی رو میدونی؟ اینکه وقتی ادای اینو اونو در میاره شما الکی بهش میخندی، هیچم خنده دار نیست. بله الکی بهش میخندی؟ اون دفعه که داشت ادای اون آقا تو کنه یه ادایی که براتون دارن با مزه باشه. اصلا نباشه. آها یه جو که با مزه است، خیلی با مزه است. خب یه بار یه مرده اینجوری داشته میرفته، این مرده یه میخوره به نرده، نرده زرده. حالا هیچ یاد خدا اختراعش کرد، اینو برعکسش کردم. خب خیلی برعکسش کردم. حالا نرده اینجوری میره میخوره به مرده، نرده مرده زرده. آه کلاغ، خب کلاغ اینجوری میره تو قار، میگه قار 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 قار، میره تو قار میگه قار. آفرین آفرین. حالا ما خانوادشیم، مراعاتشو میکنیم، ولی قضیه سیاه‌بازی تو مدرسه خیلی فرق میکنه. روز به میترسم برای شاهین بچه بچم. هم موسیقی خودش با نمکه، من نمیدونم چرا گیر داده ادای اینه اونو میخواد در بیاره. موسیقی وقتی خودش خیلی با مزده است و خیلی با نمکه. همینا خوبه، همینا رو بهش بگو، همینا جواب میده. خوب خوبه، چرا خودت نمیگی؟ به همون دلیل که تو قضیه میگو پولو رو به الهام نمیتونی بگی. من فکر میکردم فقط من بچه‌م و مامان لازمم. که بله تو بچه یا مامان لازمی، ولی مامانام عیبی نداره گاهی مامان لازم بشن. عیبی داره؟ نه عیبی نداره، فقط ببخشید دیگه، من بلد نیستم مامانی کنم. خیلی خوب خودت لوس نگاله. یه ببخشید به من بده کار یا ببخشید. آها. صاف شد. خیلی خوب خیلی نداری من به کجا؟ با تکلیف من چی میشه؟ والا تو چی داری میگی؟ بوسن جای داداش بزرگه، ولی من چطوری میتونم اینا
راستم میگی. الهامم چقدر کوچیکی بده یه حرف چیچیک بهش بزنم. بریم بابا. ما بریم. بریم بابا. بریم بابا بریم. من نمیخواد من سعی کنم لباس روشن میدم. میدم نه بگم 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 نه بگم. میخوای جواب بدی یا همینجوری وایسی آنتنی منو بکنی؟ با یه دختر دوست شدم، سپیده. خب همش خواسته های عجیب و غریب داره. یه روز ساعت همو میخواد، یه روز عینک همو میخواد. بس عینک دست اونه. آخه آدم عینک طبیشو به کسی میده؟ عوضش بردتم تو گروه کتونی سفیدای مدرسه. خیلی باحالن. به خاطر خرخونیم هیچ وقت تحویلم نمیگرفتم، ولی الان همش تحویلم میگیره. حالا دیروز ازم خواسته واسه امتحان پسفردای علوم بهش تقلب برسونم. بهش میگفتم نه با هم قهر میکرد. حالا داره زنگ میزنه ببینه قرار چجوری بهش برسونم. جوابشو بده. بگو نه و خلاص. درستش هم همینه. نه خلاص. آخه. الو. سلام سپیده. خوبم خودت چطوری؟ برگه هامونو عوض کنیم؟ نه من از پسش برمیام. آره بابا بچه شدی، من خودم این کارم. آره باش کاری نداری؟ باش خدافظ. شادی خانم من دو ساعته دارم اینجوری میگم نه نه. تا اومدم بگم نه دیدم دلخور شد. الان چجوری میخوای بزنی زیرش؟ نمیدونم. خوبه. در پایان روی خونه مرها برش سنگینه. سنگینه. ای سلام دیدی چه خیلی وقت دم در اومدی. سلام دیدی الان اومدم. سلام اومدی چطوری؟ خوبه؟ ام یعنی بگیم. یم آبجی این برا. چیز لباسای بچگی های شادی رو که همین الان اندازه ماهوره براتون آوردم بودم به درتون میخوره. دست درد نکنه. پدرمون در اومد از بس که یه براش لباس خریدیم فرتی کوچیک شد. آره بابا واسه یه تیکه لباس مینو چقدر از آدم پول میگیرن؟ اوه چرا خرید کردی مهمون داری؟ آره پاگوشای آقا جواد و فرشته است. شما شب بیاین. حالا ببینیم چی میشه. آره دیگه من نیم ساعت کار دارم زود برمیگردم. باشه تو کاری نداری؟ من کارت دارم و زود برگرد دست فنا نمیتونم. باشه خیلی خوب حواست باشه. بریم تو. بریم تو. مراقب منم دارم میرم. میگو پلو رو حواسم حله حله. مخسر خدافظ خدافظ خدافظ. اعلام کنی کمک نمیخوای؟ نه عزیزم الان آب جوش میاد یه چای دبش برات میریزم. دست درد نکنه. میگم چی میخوای بپزی حالا؟ وای دلمه با میگو پلو. بچ عالی. تو یه دفعه میگو پلو درست کردم دادم روز به براتون آورد خونتون. وای میشه یادم بره محشر عالی بود. نه بابا طرف داری مگه. البته به پای دستپخت شما که نمیرسه. وای خانم ما حالا باید شاگردی شما رو
کنی. ای بابا ببین کدومش به درد ماهور میخوره. بیا بیا چند لباس ببین. نگه کنچه خوشگله. ببین اینو میپوشید بچم یک ماتانی میشه قلمبه چونبه و خوشگل بود. آه اینم خوبه اینم خوبه. ببین فکر کنم دو دفعه سه دفعه اینو پوشته بچه ها که دیگه چقدر زود بزرگ میشن که. آخه این چیه؟ این چیه اینه نقشه گنجه؟ بیر از خط همه فرصته. نه بابا چقدر شبیه دست خط توه. چیز ما خانوادگی اینطوریم همه اون دست خط مثل منه. دست رو پخته با قلقا تاقه. اینو موقع آشپزی اینجوری سوزوندیش؟ من سوزوندم که این کنتور قدیمیه. او میدونی مال چند سال پیشه این؟ این کاغذ سررسید الان بهت میگم تاریخشو. چی چیزه؟ 1372. 72 یا 92 بود؟ 72 7 بود. 7. آخه 79 بعضی وقتا مثل هم نوشته. حالا ببین من یه بار مهمون داشتم از این مهمون رو دواسی داره هستم ببینم چی باید درست کنم. همه فرصت این نوشت داد به من گفت اینو بپز کولاک می‌کنی. همین کارو کردم. مهمونا همه چهار شاخ موندن. آخه دستور پخته با قله قطار که تو همه کتاب آشپزی‌ها هست. آره هست ولی اونا کجا این کجا؟ این با قله قطار مخصوص همه فرصت منه. ادویه‌اش خیلی جالبه. دیگه پختم همه چهار شاخ موندن. میگم که تو هم بیا امشب همینه بپس. خب بده ببینم چی ادویش. چیزه زیر سفید با فلفل سیاه. زیر سفید؟ آخه تو با قالی قاطق لیلا زیر سفید میریزن؟ نمیدونم همین متفاوتش میکنه دیگه. همینه که همه چهار شاخ میمونن. آره من نمیدونم من که از زیر سفید زیاد خوشم نمیاد. وا تو که همیشه تو لوبیا پلو میریزه که لوبیا پلو لوبیا پلوه. شما چای کیسه ایمیل میکنیم برام براتون بریزم؟ الان میرم. مردم ایران که از این پیروزی شادمان بودند در سطح و سر ایران زمین به جشن و سرور پرداختند. آنان در انتظار آرش بودند تا از او برای نجات ایران زمین قدردانی نمودند. اما هر قدر که منتظر موندند از آرش خبری نشد. این بود که دی برای یافتن او به کوه دماوند رفتند و در آنجا با پیکر بی جان آرش مواجه شدند. اصلا اجازه بدید از سهراب بگم. سهراب وارد میدان شد. بعدش دیگه میدونیم دیگه. خود تعذیت نکن دیگه. شما میدونی؟ این بچه میدونه؟ همشاگردیاش که نمیدونن. بری روستن مدرسه براشون شاهنامه بخونی، سرود بخونی، بیشتر کیف میکنن. مگه ندایی؟ این نخود چرا هیچ مزه‌ای نمیده؟ کی گفته نخود مزه میده مگه؟ میراش خودش همش انجام میده. کی همش نخود میخوره خودش؟ دایی من دارم با عشق برات شاهنامه میخونم. تو از مزه نخودت با من حرف میزنی؟ واقعا که آه همینه دیگه. ببین بچه شادی میخواد، دوست داره بخنده، حال بکنه. با یه چیز کوچیک روداش بریده میشه، روده بر میشه از خنده. مگه نه؟ بله. واسه دایی یه ذره رو اجرا بکنیم حال بکنه؟ آره انجام بدیم. پاشو ببینه. یا جان برو اونجا بشین لذت ببر. چی میخوای اینجا کنیم؟ برو بشین. برو فقط نگاه کن، دقت. این بر. سر پایین. خب، آماده ای؟ واسه. یک، دو، سه. ارباب خودم زنبوله رو گیر کن. ارباب خودم زنبوله این چه بعد چرخی جی بندوگی ببینی؟ دوباره ارباب چرخی ها یک دو سه ارباب خودم زنبوله رو گیر کن. ارباب خودم گست گزستن. ارباب خودم سر نمیتن. ارباب خودم سر نمیتن. ارباب خودم سر نمیتن. نمیخندی روز با دیگه؟ نمیخندی دایی؟ خواهی بگی بد بود یعنی؟ یعنی بد اجرا دادیم؟ اصلش اولشو یکم نفهمیدم چی گفتید ولی نفهمیدی؟ نه خب یکمی ولی بعدش بعدش خیلی خیلی بعدش خیلی خوب بعدش عالی بود عالی بود یه بار دیگه بتونه نشو کنی آره شایی به دایت نری ها بیدونی اون بعضی وقتا های کیوش افول میکنه نمیدی بلشون یه بار یه برای
خواهش اجرا میکنم تا بفهم. آره یه بار دیگه خنجه کنین روز به یه خودم بز بزنم روز به یه خودم شعره نزدن پس فقط همین یه دونه رو برمیداری؟ آره دستت هم درد نکنه. یعنی از بقیهش خوشت نیومد نه؟ همه‌شون قشنگن ولی فکر کنم هم یه دونه فقط اندازه ماهور بشه. دارو فلکی نکن، خودم میدونم چه سلیقه درست حسابی تو لباس نداره. کی گفت تو به این خوش سلیقگی؟ خوش سلیقه؟ اینه چیه من واسه بچه اونقدی خریدم؟ کاش یکی بود همون موقع رأیمو میزد. خل شدی؟ دارم بهت میگم اون شلوار عالیه. ولی فقط برای ماهور کوچیکه همین. یه عمر خیال میکردم بهترین سلیقه رو تو لباس دارم. بعد وقتا فکر میکنم کاش یکی بود اشکالای آدم رو به آدم میگفت. آره خب خیلی خوبه یکی باشه که اشکالای آدم به آدم بگه. همه من دوست دارم، فامیل دارم، آشنا دارم. هیچ کدومشون چرا نباید ایرادای منو به من بگن؟ خب شاید فکر میکنن اگه به طرف بگن دلخوش. خب عوضش بعدن آدم میره رو اون ایراده کار میکنه، درستش میکنه نه؟ خب مثلا اگه من بهت بگم سینک ظرفشوی شما همیشه کثیفه دلخور نمیشی؟ که ما نه چرا باید ناراحت بشم عزیزم؟ خب تو منو دوست داری که اینو بهم میگی. دقیقاً منم چون دوستت دارم میخوام بهت بگم شام میگو پلو درست نکنی. چرا؟ چون این تنها غذایی که تو بد میپزی. تو آشپز بی نظیری هستی، هیچکی نمیتونه مثل تو فسنجون درست کنه، باقالی پلو، مرغ، همین مرغ ساده، نیمرو. ولی از من همه که همه غذاها رو خوب درست نمی کنن که. به قول مامان الهام نو بازی پرفکت. ببین همه آدم ها کامل کامل نیستن که. اوکی؟ آره خوب با از برشام یه چیز دیگه میپذی دیگه. آره شادی این مسئله هر کاری میکنم حل نمیشه. ببین تو میفهمی؟ شادی کجایی پر؟ اینجا. اه اینجا ای؟ چرا غم برعکس زدی؟ نتونستم به سپیده بگم تقلب بی تقلب. امتحانتون کیه؟ فردا. یه مراقب بی اعصاب ندارین تو مدرسه؟ نمیدونم واسه چی؟ واسه اینکه دختره رو بترسونیمش بی خیال تقلب بشه. خان مافی. خب خوبه دیگه بجام. اگه بفهمه چاخان کردم دیگه تحویلم نمیگیره. بجام الو سلام سپیده خوبم؟ ببین مثل که فردا خان مافی قرار مراقبمون باشه ها. خب چیز میشه دیگه، اگه تقلب کنیم میگیره بعد برامون بد میشه. چی؟ کی؟ باشه خب پس هیچی کاری نداری؟ نه خدافظ. چی گفت؟ گفت آمار داره خان مافی از دیروز رفته مرخصی زایمان. چی کار کنم امیر؟ به نظرم ترارارش اینه که شدی بگی نه، ولی خب فکر کنم تو نمیتونی. الانم حال ریاضیمو نداری نه؟ بگو نه. میگوپولوی تو بده؟ عجب آدمیه این لیلا. منم فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشه. به قول مامان الهام زهی خیال باطل. اون که عاشق دستپخت تو بود. بنده همین خیالو می‌کردم. نگو همه یه تعریفاش الکی پلکی بوده. اصلا من نمی‌فهمم به اون چه ربطی داره. تو چی می‌پزی چی نمی‌پزی؟ همینو بگو. من کی تا حالا تو کدوم از کاراش دخالت کردم؟ من کی تا حالا ازش ایراد گرفتم؟ قربان بری خوشر جانش. خیلی خب حالا پیاز داغ شدی که زیاد نکن. من خودم میدونم پیاز داغ میگوپولو چقدره. میگوپولو رو نمیگم، بابا لیلا رو دارم میگم دیگه. حالا من یه کمی خونسرد باش. طوری لیلاست.
تازه جوابشو میدی؟ بهش میگی نباید این حرفا رو به الهام میزدی؟ میخوای خودت بگی؟ پس تو چی کاره شوهرم این پشتم درو؟ درو؟ باشه. سلام علیکم لیلا خانم. علیکه سلام. روز بخواد دستم بهت برسه تک تک موها تا ریشه در میارم. مثلا این برمرش هست که بلندتر از اون برون برشه. دیگه چه سلامی؟ چه علیکی؟ من از تو توقع نداشتم. قول میدی بعد میزنی زیرش آره؟ چرا به محسن نگفتی قضیه رو؟ اصلا من نمیفهمم به تو چه ربطی داره؟ قضای الهامو من باید بپسندم که میپسندن. تموم شده رفت؟ از پشت خنجر میزنی؟ به تو هم میگم برادر؟ به محسن میگی سیاه‌بازی حرف نداره؟ میگی تو اما قناد کشف نشده ای؟ آره؟ بهت گفته باشم روز به شاهین رو اخراج کنن من بتونم با تو. بابا چرا متوجه نیستی؟ ببین من میخواستم بهش بگم. بحث رو عوض نکن. شما نباید همچین حرفی رو به الهام خانم میزدی. متوجه؟ دلش رو شکندی؟ روز به فقط خدا کنه دستم به نرسه برسه شت و پت. آقا به جون ماغور من میخواستم به محسن بگم مدون اینقدر زوغ داشت که باور کن دیگه اصلا دلم نایمده بگم شرمنده دیگه نشد. چطور من تونستم صاف صاف تو چشه الهام نگاه کنم دلشو بشکنم؟ چه فایده؟ این الان پیاس آقا میگو پلوشم تو قصد رفته به کارش حرفت افاقه نکرده لیلا. بشمت پیاس آقا باز همه غذاها درست میکنن. خب حالا هرچی حالا من بعدن تماس میگیرم باد. چی شد؟ هیچی نشده. روزبه میگم چی شده؟ الهام هم یه حرف رو شنید باشه؟ بخواه مادر خود این فکر نکن همینجا سا این پنجتایی هست. یک دو سه حالا اینجا شادی باز که خوابیدی بلند شو بلند شو دیرت میشه. نمیخوام نمیتونم برم مدرسه. خود تو لوس نکن بلند شویم تا علوم داری سه شنبه است. باشو حالم خوب نیست. تب نداری که؟ لرز دارم. ببرم دکتر؟ نه حال ندارم سایم سن مدرسه. عجب روزی شد امروز روز دانش آموز. خیلی خوب بگی بخواب یه ساعت دیگه برم دکتر برد گواهی بگیرم. تو چرا اینجا وایسادی؟ بی برو الان سرویست میاد بدو ماما. شادی خانم میخوای نری که تقلبه رو هوا کنی؟ باورم نمیشه انقدر بی جرأت باشی که نتونی به رفیقت بگی نه. دیوونه تو این رفاقتی که شما دارین تنها کسی که این وسط زینفه اونه نه تو. اون فقط فهمیده نقطه ضعف تو چیه، فهمیده تو در به در دنبال دوستی، واسه همینم این کارا رو میکنه. ولی تو خیلی خنگی نمیفهمی هوشمند. بقیه باید در به در تو باشن تو باهاشون دوست بشی. الو سلام سپیده خوبم؟ آره دم دری؟ باشه الان میام. ارباب خودم چرا نمیخندی؟ ارباب خودم سنبال علیکم. نمیدونی چقدر اکسی انجا داری؟ شون ده درست ازش گرفتم آری. من تکی با جنبکی رو که جنب آقایی یک از بهتر خیلی بار دوتایی گرفتی. خیلی خوشه لیلا. نه نره؟ کجا نره ماما؟ قربان نره مامانش؟ چرا قربان بره ماما؟ قربان بره باباشم. داشت آقایی بریم یه همون اساسی بزنیم توپ. بابا تو مدرسه نگو داشت. باشه ببین تو مبارکی من اوسا هرچی دلم بخواد میتونم بهت بگم. لیلا تمام آماده شو وقتی که ابو میام بیرون بریم دیگه. دیر شد دیگه فهمیدی؟ تو همیشه دیر میکنی. فهمیدی؟ فهمیدم. بری آی همومی آی همومی همه همومی. خدافز مام. کجا تو که حالت بد بود که؟ بوش رسولم نمیخوام سیر. بایست ببینم شادی بایست ببینم چی شده. چی کار
خدا بد از این نکن اینجور یه جوری هن. شادی! شادی خانم! چرا صدات میکنم جواب نمیدی؟ بیا عینکه تو بزن اقلا نری تو در دیوار. شادی! شاهین آقا خلطش آباد کن. شاهی مامان لباسای بابا محسن تم بنداز بیرون. منتظرم. آب بنداز. محسن بدم توضیح میدم. میگم محسن جان، محسن جان، من دیگه چاره نشدم. اگه مثل امیر بشه من نه خودشم راضی نمیشه که من این کار بکنم. بعد که من نمیدونم، میدونم که محسن بخشید که جاره نیست. شاهین بچه هم گناه دارم. ماهو رو بگیر، دیرم شده میکنم. سر کار. سلام. سلام. راستش من دیشب فکرمو کردم، خیلی کار بدی کردم، قبول دارم. نه بابا، غیب گفتی. جدی گفتم. من نباید کسی دیگه رو وارد مسائل خصوصی زندگیمون میکردم. ولی خب دلیل داشت دیگه. گل نکن میخوام ازت ایراد بگیرم، ولی تو یه وقتایی خیلی حساس میشی. آره نمیشه باید حرف زد دیگه. منظورم انتقاد و ایناست. آها، اون وقت الان همه این چیزایی که گفتی اسمش چیه؟ اینا انتقاد نی؟ هست. ولی دست و پام میلرزه تا وقتی بخوام بهش فکر کنم که آخرش چی میخواد بشه. آخرش چی میشه؟ روز به نکنه یه جلادی. چیزی هم خودم خبر ندارم. نه خیر، ولی رابطه اینقدر باید قرص باشه که آدم بتونه با طرف مقابلش رو راست باشه، رو طرف دلش رو بزنه، از آخر عاقبتش هم نترس. مثلا خود من، تو اگه ایرادی از من بگیری من محال ازت برنجم. اگه بگی فلان کارت اشتباهی محال ازت دل خوشم. از بغلای مواد که از بقیه جای مواد بلندتره خیلی بدم میاد. این یکی رو تو آستینت داشتی ها؟ بله، ولی طالبت نگفته بودم که نرنجی، چون خودت خیال میکنی خیلی مواد بهت میاد. ببینیم یا؟ ببینی آقا روزبه، آدم وقتی اینا رو میشنوه داغون میشه. همه چیزش رو آماده گذاشته. این بچه هم خوابش برد، یه ببر بذار تو جاش و همینجا بخواب. باش، دست درد کن. خداحافظ. دیگه میشه. خداحافظ. روز خوبی داشته باش. لیلا. بله. اینا چرا بو الکل میده؟ الکل؟ بله. ببینم. خوش کن. نه این بو الکل نیست که، بو این قلقلی هاست، نفتالین. میخواستم بذارم تو چمدون، بذارم اون بالا نفتالین، گوشتم توش که بید نزنه. من بعد چمدون صد بار اینا رو پوشیدم. و نه این بو تازه چیزم میده، بوی نمم میده. گوش کن، اینا که دست بذار. من میخواستم اینا رو بسوزونم، الکل ریختم روش، بعد دلم نایمد. خوبه. اعصاب نداری یا؟ سوزه که دنه در دیگه، خفه میشی یا؟ بیا بریم، دیر شده. بیا ماما، بیا. مواد خوش کردی؟ بیا. Thank you.
جوابش غلطه. تو اینجا چی کار میکنی؟ چطوری اومدی تو مدرسه دخترونه؟ من از تو خیالت اومدم. برو بیرون تا کسی ندیدته. کسی منو نمیبینه، من خیالتم. این مسخره بازی در نهی، برو بیرون. مسخره بازی چیه؟ بهت میگم کسی نمیتونه منو ببینه. ببین خانمای محترم، کسی صدای منو نمیشنوه. خیر سرم، اومدم نصیحتت کنم. نصیحتتو صبح کردی؟ گفتم شاید دم آخری بیشتر جواب بده. هر کاری میخوای بکنی زود باش. نکن اون کارو دیگه، نمیشه. کار از کار گذشته، برگشت رو زمینه. همین الانم بخوای میتونی بزنی زیرش. بزنم زیرش؟ میزنه زیر همه چی. فاتحه دوستیمو خونده است. دیوونه، داری باج میدی باهات رفیق بمونه؟ من هیچ دوستی ندارم. اگه سپیدم بخواد بزنه زیرش با اون بچه، دیگه تا آخرش تنهای تنها میمونم. خواهر گلم، تنهایی بهتر از دوستی با کسیه که به خاطر چیزای دیگه باهات دوسته. یعنی چی؟ تو قول دادی شادی خانم، یادت رفته؟ بایش دار تو مراقبه ندیده. چه خبره؟ جلسه تشکیل دادی؟ نه خانم، خودکارمون تموم شده. بیا خودکار، مشغول شو، برگرد کن. افتاد. بخور. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. آب جیل چه بسیم بخوری؟ نه دست درد نکنه. الان چیزی از گلو میشه. تو بخور. نه بخور. این خوبه. یک دوسته. سلام آمان. خاک به سرم، تو اونجا چی کار میکنی؟ خزون شدی نه؟ دور صرف زن ببینم. بی پایین، بی پایین، تو که الان تو برنامه نیستی. الان نوبت برنامه بابا تو شاهینه. بی پایین. خب من واسه همین اومدم دیگه. اومدم که نذارم بذاری برنامه شون رو اجرا کنم. بی پایین، آبروشون رو پرتی چی میگی؟ بی پایین، آبروشون نمیره. کسی صدامو نمیشنم. من تو خیال تمام علکی باور کن. کاری کردم نتونستم جلو باباتو بگیرم، به هر دری زدم نشد. دلم نمیاد دلش بشکنه. رفیقیم با هم، مگه نیستی؟ رفیق که باشی کارت سخت تره. یعنی میخوای بگی بابای من تو رفاقت کم میاره؟ من کی هم چه حرفی زدم؟ پس قبول داری که بابای من تو رفاقت بی نقص؟ معلومه. به نظر شما یه همچین رفیقی ایرادشه که بهش بگی یهو کم میاره؟ قاطی میکنه؟ دلش میشکنه؟ نما اونجور، اتفاقا برعکس، بیشتر ازت خوشش میاد، خیلی حال میکنه. خیلی خوب، ولی درست حرف بزن. چش. ماما من برم یا باز بایستم تو خیالت نصیحتت کنم؟ برو. آخه یه خیال دیگه هم هست، باید برم بهش سر بزنم. برو. به نام خالق زیبایی و هنر، با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار محترم و سپاس از حضور شما والدین عزیز و تبریک روز دانش آموز به شما فعالان حاضر در صحنه.
امشب دارم جمع شدیم تا با اجرای برنامه‌های شاد و فرهنگی با همکاری تعدادی از والدین دانش آموزان این روز بزرگوار لیلا اینجا چه کار میکنم؟ زشتی برو اینجا پرسنه است و الان شروع میشه برو خواهد تمرکز میکنم. یاد تعمیر از مدرسه اخراج کردن همش به خاطر سیاه‌بازی تو بود. بس که سیاه بدی هستی. بچه همش تو مدرسه مسخرت میکردن. این بچه اومده از تو دفاع کنه زده سر یکی و شکسته بعد از مدرسه اخراجش کردن. میدونم بعد اینا رو قبلنا بهت میگفتم ولی نشد نتونستم. محسن تو خودت خیلی آدم با نمکی هستی. سیاه که نیستی یا خیلی با مزه‌ای. یه خاطره های تعریف میکنی همه از خنده روده بر میشن. مثل اون دفعه که با شاهین رفته بودین دنبال گنج تو خونه فلان و دونه، یا اون دفعه که زدی اشتباهی کار نستی شادی رو شکوندی. بابا دست میزنم بابا بیبریم انجام بدیم دیگه. محسن دلتو شکوندن محسن بابری خب دومین برنامه‌ای که می‌خوام خدمتتون ارائه کنیم برنامه سیاه‌بازی شاگرد گلمون و بازیگر خوبمون جناب آقای شاهین پدیده و پدر هنرمندشون جناب آقای محسن پدیده به افتخارشون. سلام. سلام. من و پسرم شاهین پدیده قرار بود امروز براتون سیاه‌بازی اجرا کنیم ولی مامانش اومد یه چیزایی به من گفتش که در دقایق 90 تصمیم گرفتیم که برنامه‌مون رو تعویضش کنیم. قرار است امروز براتون خاطره تعریف کنیم اما قبلش چند تا جوک میدم که فضاتون عوض شه. چند تا جوک بیمزه مرده. یه روز یه مرده میخوره به نرده، نرده زرده، بر میگرده میبینه پیر مرده. میدونید چجوری قار اختراع شد؟ یه بار یه کلاغه یه سوراخی توی کوه پیدا میکنه میره توش میگه قار قار قار. یه بار یه چینی رو دار میذارن میشه دارچی. یه بار یه اسبه زنگ میزنه به مدیر سیرک میگه که آقای مدیر سیرک میشه برای اینجا استخدام بکنی؟ میگه برای چی استخدام کنی؟ چی بلدی؟ بلدی رو دستات ما بری؟ میگه نه. میگه رو پاد بلدی؟ همجوری باستی؟ میگه نه. روش رو کلت چی؟ میگه نه. میگه با کلملا قلدی برزدی؟ مثلا پشتک بارو؟ میگه نه. میگه پبه به چیز نزدی اینجا؟ چکار بلدی بکنی اینجا؟ میگه دیوونه من دارم با تو حرف میزنم بیچاره بدبخت. من اصلا نیومدم. زنده من تو خیالتم. والا پس اومدی بگی چی؟ هیچ بی خودی اومد. یعنی چی؟ هیچی. میخواستم بگم واسه مهمونی آقا جواد که کار از کار گذشت، اما حداقل واسه مهمونی که همه فامیل جمعن میگو پلو نپز. بعد دیدم اگه بگم عصبانی میشی و همه نقطه ضعفامو به رو میاری. رابطمون که شکراب بشه هیچی. خیال میکنی رو من اگه عیب بذاری عیب خودت هم رفت میشه، ولی نمیشه. زنده ایراد هر کی مال خودشه. اصلا به من چه؟
ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ. سلام. بیا اینم میگو که میخواستی. ببر پسشون بده. چرا؟ من اگه میگو پولو کنسل شد فقط کشک بادمجون دلمه رو درست میکنم که خوب بلدم. برای چی؟ خب روز به میگو پولو خوب بلد نیستم درست کنم دیگه. تو هم برو، برنامه غذاییم عوض شده، هزار تا کار نکرده دارم. باشه منم میرم موامو کوتاه میکنم از بغل، همونطوری که تو دوست داری. ببین اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزن برات بگیرم. خدافظ. خدافظ. زنگ میزنه به سابسی میگه سلام آقای سابسی. انتقاد کردن یه چیز دو طرف است. همونی که میگه، همونی که میشنوه باید ظرفیتشو داشته باشه، ولی این دلیل نمیشه که با نزدیکترین آدمای زندگیمون رو راست نباشیم. رفاقت یه پایه صداقته. حتی اگه مجبور باشیم به رفیقمون بگیم نه و دلشو بشکنیم، مهم اینه که همیشه صداقت اولویت زندگیمون باشه. دوست خوب اونیه که ایرادتو بهت میگه.